بال پامو تو هیچ هتلی کمتر از 10 خوب کاری کردین خانم، خوب کاری کردین. این پرچم چسبونده اینجا به پرچمای ما چیکار می‌کنی؟ من تا به حال مسافر خونه این درب و داغون ندیدم. بعد میگم آقا خانم چرا اینقدر این شلوغش می‌کنی؟ شلوغش می‌کنم واسه اینکه اتاقتون آشغال دونیه. میشه بفرمایید مشکلش چیه؟ مشکلش چیه؟ ببین مشکلش چی نیست. نکردن یه رنگ روشن به در و دیوار بزنن که آدم دلش باشه. اون از سرویسشون و از ملافه‌هاشون. آ چه تخارم شلوغش کردی؟ این چرت و پرتا چیه که میگی ها؟ ملافه‌هامون چشه؟ بگو ببینم چشه ملافه. ملافه‌هاتون چشه؟ اینقدر کثیفی که آدم آقش میگیره. معلومه دو سه ماه یه بارم نمیشوریش. حرف دهن تو بفهم. ما هر مسافری عوض میشه ملافه‌ها رو عوض میکنم. من شناسنامه‌هامو میخوام. بده شناسنامه‌اش فکر میکنه نوبرش آورده. بفرمایید سرکار خانم. بریم آقا. سرکار خانم، کرایه اتاقتون. واسه این بیغوله کرایه هم میخواد. نه عزیزم، دستی هم یه چیزی بد میدی؟ معلومه که باید دستی هم یه چیزی بدیم. اگه اینطوره چرا دو روز کنگر خوردی لنگر انداختی؟ من کنگر خوردم. بفرمایید. اصلا ما پول نخواستیم. بفرمایید. داره منت میذاره. من کنگر خوردم. نه بابا، حق با شماست. بفرمایید. آقا انکه پول گرفته گذشتی برن همین کارای میکنی پرو میشن. ویلکوم بازی، آدم دهن به دهن آدم بی تربیت که نمیذاره. اون تربیت نداره، ما هم نباید داشته باشیم. بفرما، اینم از مسافرهای جنابالی. حالا به ما گیر دادی؟ دروغ میگم، اگه هر کس ناکس اینجا راندی خویتوری برامون زبون در نمیارن. میفرمایید هر مشتری که میاد اینجا ازش تحقیقات کنی؟ تو پرسشنامه برای چی پر میکنی؟ تو این پرسشنامه که راجب اخلاق آدم ها سوال نمیکنن. خود تو سوال کن. وای، بعضی وقتا یه حرفایی میزنی که دوتی هیچ عطاری پیدا نمیشه. برو هموتم. بازی حوصله ندارم. بازم غر کرد. سلام، بفرمایید. عرض کردم بفرمایید. من نشونی اینجا را یکی از مشتریاتون آقای مادق گرفتم. بله بله، همیشه شعار من اینه، مشتری رو راضی نگه دار تا بهترین تبلیغ تو باشه. این رمز پیشرفت مسافرخونه سعادته. بله. خب حالا امرتون. یه اتاق میخوام. اتاق؟ بله بفرمی. اما قبلش دوتا شرط داره. شرط؟ خواهش میکنم بفرمی. شرط اول، باید اول اتاقمو ببینم. ببینید؟ باید ببینم همون جوریه که آقای میگفت یا نه. از نظر شما اشکالی داره؟ نه نه اشکالی نداره، مطمئنی؟ عرض کردم که نه اشکالی نداره. پاپ بریم. بفرمی. از این طرف خواهش میکنم. نگفتین آقا اتاق میشه برای یک هفته اجاره کرد؟ بله، ما مورد داشتیم که یه ماه هم اجاره کرده. پانسیون طوری پسندیدین؟ درست همون طوریه که وصفش شنیده بودم. اما شرط دومتون؟ ببینم دستشویی کجاست؟ بیرون. شرط دومتونه نگفتین؟ درست همون جایی که میخوام. دو هفته است دنبال همچی جایی میگشتم. با کره ها بگو وسایل آماده کنن. در ضمن در این مدت کسی سراغ مرا نگیره. اگر لازم شد خودم تماس میگیرم. خداحافظ.
خب الان باید چه بکنیم؟ نگفتین شرط دومتون چیه؟ یکه در این مدت هیچ کس مزاحم من نشه. یعنی حتی ملافاتون هم عوض نکنین؟ اصلا. خب اینجوری که کثیفی اتاقتون میگیره. برام مهم نیست. خیلی خوب باش. شناسنامتون لطفا. زیر تلفن برش دار. آقای اسمم بلند نگو. آه باشه چشم. نگفتین اون آقایی که تعریف اینجا رو کرد چی گفت؟ گفت این مسافرخانه در کثیفی دومی نداره. در کثیفی دومی نداره؟ بله گفت سال تا سال ملحفه هاشون عوض نمی کنن. کی هم چه حرفی زده؟ آقای مهنگی دیگه. آقای کی؟ آقای افنیه دیگه. ما حرفاتون از آشپزخونه شنیدم. بفرمایید مگه عقلتون کمه که میخواین توی همچی مسافرخونه کثیفی اتاق اجاره کنی؟ شاید حالا اجازه میدین؟ خواهش میکنم بفرمایید. پا کلید اتاقم بده. آم بده بفرم. با مرد داری حرف میزنی پرتش کن. آفرین خوب پرت کردی خوشم آمد. امروز ازش خبری نشد؟ نه. این مرده مشکوک میزنه رضا. باز کارگابازیت گل کرد. باید یه کاری بکنیم. اصلا به ماچ که مسافر تو اتاق چی کار میکنه؟ چی به ماچه؟ به کی مربوطه؟ دو سه سال پیش یادت مرده؟ مگه قسم نخورده بودی دیگه به کسی بیشتر از دو سه روز اتاق اجاره ندی؟ تو رضا آقا ببخشید. سلام پدر جان. سلام خوبی؟ بله بله فرمایشتون. شما صاحب این مسافرخونه این؟ بله با اجازتون. اتاق میخوام. سلام. سلام پدر جان. چیزی شده؟ نه نه نه. آخ من هر دفعه شما رو میبینم انگار یه جورای نگرانی. نه 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 چیزی نیست. بیرون تشریف میبرید؟ بله میرم روزنامه بگیرم. ببخشید این آقایی که تو اتاق 101 هیچ وقت از اتاقش بیرون نمیاد. چطور مگه؟ آخه هیچی بلش. نه خواهش میکنم. نمیخوام گناه مردمو بشورم. آقا گفتم خواهش میکنم. ای بابا چقدر اصرار میکنی شما. خب نگرانی من به خاطر همینه دیگه. راستش تشریف بیارین. نه اینکه مسئله مهمی باشه. ای آقا بگین دیگه شما من خون به جگر کردین. صبح تا شب تو اتاقش را میره. همین؟ گاهی هم حرف میزنه. چی میگه؟ ای آقا
مگه من فضولم دم در اتاق مردم گوش باستم؟ نه من همچین جسارتی نکردم. دیشب میگفت بهتر جسدو تو دستشویی قایم کنم. نه بعدشم انگار، البته من گوشوان استاده بودم، ولی میگفت میکشمت. میکشمت؟ آره میکشمت. ازم متنفری؟ باشه، تنفرت از من ضرب در ده کن، ضرب در صد، ضرب در هزار، ضرب در ده هزار، او وقت رقم تنفر من دست میاد. نه شد، مزخرفه. دوست دارم ولی میکشمت. مام همیتور اگه دوستم داری پچه رو. نه ایم خوب نیست. ای دوست دارم بار تعهد اجتماعیش کمه. دنیای بدی شده. گوش کن ببین چی نوشته. یه مرد و یه چمدون. بر میداره چمدونشو، پر پول میکنه، میره معامله مواد مخدر. پولا رو میده، مواد مخدر میریزه تو چمدون. بعد با همدستش توی اتاق مسافرخونه قرار میذاره، همونجا دعواشون میشه. همدسته رو میکشه، جای مواد مخدر میذاره تو چمدون. عجب چمدون پر ماجرایی بود. واقعا که رضا از بیخیالی نوبره. میگه چیکار میکردم؟ اون دفعه هم همین شد. اون دفعه چی شد؟ یه مردم اومد گفت یه اتاق میخوام، یه ما پانسیون بشه. ای آقام از رو خوشحالی نه سوالی نه جوابی اتاق بهش داد. حالا مردی میگی از رو قیافش میشد فهمید یه کاسه زیر نیم کاسه. بعدش چی شد؟ اولش بود، آخرشو بگو. آخرش؟ خدمتتون بگم که ممنون از همکاریتون. ایشون چیکار کرده جناب؟ آدم کشته، اومده اینجا مخفی شده تا آبا از آسیاب بیفته. بفهمی عجب. آره واقعا عجب. فلواقع حق با باجی خانومه. این آقا رضای ما خیلی دلگنده است. الان نشونش میدم. چه چونه کجا میری؟ نکنه بلای سرش بیاد. آقا لطفاً در رو باز کنین. صبر کنید، هنوز که نکشتیش. منو نرفتم تو، میگه صبر کنید. حتما داره یه چیایی قایم میکنه. گفتم صبر کنید. تو برو. چیه تو برو؟ بابا تو برو، من از پسش برمیام دیگه. سلام.
حال شما چطوره؟ انگار شرطمون یادت رفته. نه نه نه، فقط نگران شدم. آخه شما 5 روزی که از اتاقتون بیرون نیومدین. شما مشکلی دارید؟ شما گشنه‌تون نمیشه؟ نه، کنسرو دارم. بله، معلومه. حالا میشه تشریفتان رو ببرید من به کارم برسم؟ میگم چایی نمیخوای؟ نه، چایی نه، هیچ چیز دیگه. خداحافظ. عجب پسش برومدی. کسی اینجا نیست؟ بله، با عزتون مرخص میشم. چقدر شد؟ قابلی ندارم. خواهش میکنم. عزتو. بله، ببینم این یارو سر کلش پیدا نشد؟ نه، دیشب 1 ساعت گریه میکرد. واقعا گریه میکرد؟ بعدش هم 1 ساعت میخندی. وای، ما دیگه میترسم شه با اینجا با قابا. شما باید یه اقدامی بکنی. چه اقدامی؟ اقدام قانونی. به چه دارمی؟ بابا روزنامه نوشته نباید به باندای خلافکار فرصت داد. حالا دیگه خود دانید. خداحافظ. بیا بالا. بله، مسافرخونه ساد. بله هستن. بله چش. چی میگه؟ گفتن مزاحمشون نشیم. بله چشم. میگم چی میگه؟ گوشی خدمتتون باشه. بله گوشی. کجا میری؟ بابا یه پیغام داره. خود قاطی کاران نکن رضا. خدا بله رضا نکشیشو. که؟ منم. شرطمون. شرطمون یادم نرفته. تلفن دارین؟ کیه؟ میگه آقای هنری هستم. آقای هنری. میگه همه یه وسایل آماده شده. بهشان بگو کار داره تمام میشه. فردا خودم بهشان خبر میدم. ظاهرن هر اتفاقی که قرارو بیفته تا فردا میفته. چه اتفاقی؟ نمیدونم. گوشی رو چرا گذاشتی؟ بهشون گفتم پاشون از کفش ما بکشن بیرون. گفتم اگه یه مؤثر موکوکام کم بشه دودمانتونو به باد میدم. نه، تو این کارو نکردی. بعد چند تا حرف گنده بهشون گفتم و تلفنم قطع کردم. وای خدا بهمرم کنه. تمام شد. تمام شد ها، با باورم نمیشه. تمام شد. نکته پایان. تمام شد. چی میخوای از جون ما؟ چی میخوای تو آخه؟ باور میکنید بالاخره تمام شد. چی تمام شد؟ دارم از هیجان میمیرم. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. تا نگی جریان چیه نمیم بشینیم. ببخشید که بیدارتان کردم ولی نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. باید گوش بدید. باید سر تا تهش گوش بدید. به چی گوش کنی؟ ایره. اینا چی هست؟ اسمش هست اعترافات. اعترافات؟ خوبه، اعتراف آدم رو سبک میکنه. من سبکم. من الان این پر یک عقاب سبکم. میتونم پرواز کنم. باید گوش بدید. باید این تا آخر گوش بدید. شما اولین کسایی هستید که دارید رمان منم میشنوید. باید بعدم بهش اعتراف کنید. بفرمایید بنشینیم. بفرمایید براتون میخوانمش. بفرمایید بنشینید. خواهش میکنم بنشینید. خب آماده اید براتون بخوانمش؟ آره بخون دیگه. بخون کشیدمیون. خب آخه نور اینجا خیلی کافی نیست. میشه چراغا رو روشن کنید؟
خوبه خوبه، این اون خوبه. اعترافات در 300 صفحه چیزی نیست، به قلم قطبه قریبی. مرد همه که وارد مسافرخانه شد با خود گفت مسافرخانه خوشبختی تنها یک مسافرخانه نیست، میتواند جایی برای تغییر باشه، تغییر خود، تغییر زندگی و شاید هم تغییر جهان، جایی برای پوست انداختن، عوض شدن، یکی دیگر شدن و از شرف وجود تکراری و همیشگیت خلاص شدن.